بینندگان یعنی عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت جناب آقای منیشد هستیم آقای منیشد سلام عرض بکنم و وقت بخیر میگم خدمت سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان فارسی زبان در ایران و در هر جای جهان که میزیم آقای منیشد خیلی سپاس که همیشه دعوت ما رو میپذیرید و امیدوارم که شما و خانواده محترم هم شاد و سلامتی لطف خداوند به سلامتیم امیدوارم که همه انسان ها خصوصا هموطنان گرامی در س... تندرستی و شادکامی باشند گرچه میدانم که این یک نیایش است و واقعیت خیر از اینه امیدوارم این نیایش پذیرفته درگاه حق بشود و ایرانیان در استقلال آزادی بهروزی بیاوند و انشاءالله که این نیایش درسی باشه برای ما ایرانیان این هشدارها رو گوش کنیم و این نیایش ها رو بهش عمل کنیم <applause> پیشتر هم در این زمینه صحبت کردیم این ویروس کووید 19 و این اوجگیری و جهانگیری این بیماری در سطح جهان بسیاری از مشکلاتی روی که سالها خیلی ها یا یه از جمله شما در رابطه با مشکلاتی که بشریت با باش رو بروز در رابطه با قدرت خیلی به روشنی آشکار کرد برمدار کرد همه میتونن ببینن و میبینن و به همین دلیلم خیلی به نظر میاد که یک تلنگرهایی به ذهنیت خیلی از ما انسان ها وارد شده در حدی که خیلی ها از راست راست گرفته تا چپ چپ راحت های گناگونی پیشنهاد میکنن برای برون رفت از این وضعیت شما در چند وضعیت سنجی گذشته از زاویه های مختلف و از ابعاد گوناگون به این مسئله نگاه کردیم اما همچون که پیشتر از پیش از شروع گفتگو خدمتتون عرض میکردم اما به نظر میاد که حتی در بهترین وضعیت راحل هایی که ارائه میشه راحل هایی در چارچوب ساختار قدرتی موجود در جهانه خیلیشون راحت های کوتاه مدت برشون راحت میان مدت اما اون مشکل اصلی که باش روبرو رو هستیم و اونم مشکل عدم باور به خود اون قفلت کردن از اون احساس کرامت از حقوق فردی به قدش فرمایش شما از اون وجدان به حقوق در میان ما انسان ها که منجر به این حس ناتوانایی خودمون میشه ما انسان ها و به نظر من عامل اصلی این مشکل هست کمتر پرداخته میشه اما خوشبختانه شما به پرداختیم به بیشه در این سرمقاله در این وضعیت سنجی آخر که برای در دوران پس از کروناست به اصل وجدان وجدان به حقوق اشاره فرمودید میخواستم خواهش کنم که اگه میشه در این زمینه با بینندگان سوال بله ارز کنم که نظام های اجتماعی که جامعه های مختلف در اونها زندگی می کنند نظام های باز نیستند نظام های سلطه در زیر سلطه هستند نظام جامعه امریکایی در این حالی که نسبت به جامعه های دیگر یک نظام سلطگر هست در خود جا امریکا سلطگر زیر سلطه است. چون که این نجات پرستی کار رو به اوسیان کشونده و این بار اول هم نیست و همچنان ادامه داره خب این نظام ها ناچار یک پویایی ها دارند پویایی نابرابری دارند پویایی خشونت دارند پویایی تبعیض ها دارند پویایی تخریب دارند این پویایی ها راه میبرند به پویایی مرگ که جهان امروز به این جهت در برابر یک مسئله قرار گرفته اونی که این پویای مرگ فراگیر شده تنها کرونا نیست که فراگیر شده جهانگیر شده این پویای مرگ هم جهانگیر شده طبیعت رو تهدید میکنه به مرگ منابع موجود در طبیعت دارن تمام میشون انسان ها به قول آقای آلن تورن که این در همین وضعیت سنجی مقاله ایشون رو در لوموند آوردیم اینجا در هیچ جامعه وجدان به حقوق وجود نداره نتیجه اینکه جامعه بشری تهدید می شود به مرگ حالا چه باید کرد این راهکارهایی که پیشنهاد میشه بستگی داره که آیا این پویایی ها شناساییش میشوند و ما انسان ها با شناسایی این پویایی ها بران می شویم که نظام های اجتماعی که خود ساختیم و زندان کردیم خود را در اون زندان گرفتار کردیم اینا رو باز کنیم درهای این زندان ها رو باز کنیم انسان های مستقل و آزاد بشویم یا نه این سوال در برابر همه انسان ها قرار گرفته آقای آلن تورن جامعه شناس فرانسویس مشهور در خرم ایشون یک کتاب جد جدید نوشته به عنوان دفاع از مدرنیته و یک مقاله نوشته به تاریخ 26 ماه می در روزنامه لوموند در این مقاله میگوید که ما انسان ها یک دوران هایی رو پشت سر گذراندیم دوران قبل از صنعتی دوران صنعتی و حالا وارد دوران جدیدی شدیم این دوران یک دموکراسی نو می طلبت. یک وجدان به حقوق و خلاقیت انسان می طلبد امری فعلا همچه وجدانی هنوز پدید نیامده و میگه وظیفه جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان است که جامعه بشری رو راهبر بشوند در این وجدان به حقوندی. خب خب ارز کنم به شما و میگوید به این که برای این که ما به این را از این یابی زندگی را عوض بکنیم باید که تا حد ممکن اداره جامعه ها را به زنان بسپاریم علت را هم این میگوید که این زنان هم زن... به زندگی خصوصی دارند هم زندگی عمومی دارند هم زندگی عاطفی دارند هم زندگی حرفه ای دارند بنابراین های ابعاد مختلف زندگی اینها در اون ابعاد مختلف زندگی حضور دارن و اینکه از اون موقعیت زیر سلطه بخواهند رها بشوند حق وند بشوند ایجاب میکند که اینها بی تا ممکن هست در اداره جامعه ها حضور داشته باشند و اداره جامعه ها اونها سپرده بشوند ارز کنم چرا یک غیر از اینکه این چهار بوده گفته میگوید که حالا دیگه اون اصل دوران سنتی نیست در اون دوران سنتی شما میتونستی به بود اقتصادی و بود سیاسی کفایت میکرد اما حالا نه بود ارتباطی هم هست در واقع از دید من نگاه کنی هم بود سیاسی هست هم بود اقتصادی هست هم بود اجتماعی هست هم بود فرهنگی هست باید که مدیریت در هر چهار بود عمل بکنه کم این حرفشونه حالا به همین حرفی که ایشون زده که میگویدم هنوز در جامعه این وجدان به حقوق نیست ها تحمل بکنید ایشون حقوق رو خلاصه میدونی می کرده در سه حق آزادی، کرامت، برابری تو کتابش حالا برابری جز حقوق نیست یک میزانیه حالا ما هموطنان شما ایرانیان و غیر ایرانیان و فارسی زبان که میشنوید پیش از ایشون حقوق پنجگانه پیشنهاد کردیم در دویست و سی و هشت است که تازه هر است هم چندین بند داره حقوق انسان، حقوق شهروندی و حقوق انسان به عنوان ملت جامعه حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی یک قانون اساسی بر پایه این حقوق پیشنهاد کردیم و به طور مداوم فرا خواندیم انسان رو به وجدان به حقوق و عمل به حقوق و تنظیم رابطه ها به حقوق و گفتیم مسئله اینکه زنان می در امور تصدی امور شرکت بیشتر داشته باشند یک سخن است اینکه در هرم های اجتماعی میباید تغییر کنند و اون پایه این هرم ها های پایین حقوند بشوند فرهنگ ساز بشوند انسان های مستقل و آزاد بشوند این سخن دیگری است این سخن است که ما میگوییم راه حل انسان امروزه غرب آقای جان فولر متفکر امریکایی میگوید که البته تنها در مورد بنبست اندیشه در غرب او تنها نیست همین آقای آلنتورن هم این را میگوید آقای ادگار مورن هم این را میگوید آقای اینکه رئیس جمهور گورباچف روسیه بود در آخرین رئیس جمهور قبل از سقوط مز... کمونیست که آمد در فرانسه در اینجا روشنفکران در مصاحبه تلویزیونی به او گفتن ما در غرب دیگه نمیتونیم اندیشه جدید پیشنهاد کنیم و در اون طرف دنیا این اندیشه یافته بشه آقای جان فولر میگه چند جامعه رو اسم میبره میگه یکی در یکی از اینها این فکر نو میتونه به جامعه بشری پیشنهاد بشود یکی از اون چند جامعه ایرانه یکی دیگهش مصره، اینطور که تو حافظه ای من هست یکی چینه یکی هنده منتها میگه شرایط هم میشمره که جمعیتش به طور نسبی کافی باشه مثلا جمعیت ایران الان 80 میلیونه اون وقتی این رو گفته بود از این هم کمتر بود جمعیت ایران و در اون جنبش همگانی و انقلاب رخ داده باشه که در کشور ما سه بار در یک قرن واقع شده و اینکه ما چیزی که او ندیده بود اینکه در بزرگترین حوزه فرهنگی جهان نقش قلب رو ایران در طول تاریخ بازی کرده و اینکه در طول تاریخ این کتاب جدید در باب استقلال و آزادی خواننده ایرانی معلوم می کند که فکر آزادی در ایران باریده به طور مداوم از پیش از اسلام تا امروز اندیشورزان ایرانی به استقلال آزادی پرداختند به طور مداوم پنج سال پیش از این در غرب ایران دموکراسی مستقر بوده است همچنین که این بعضی فکر کنند که ما حالا از استقلال آزادی از حقوق حرف میزنیم چون اینها در غرب غربی ها اینا رو یافتن و عرضه کردن ما حالا آمدیم میگیم که نه آقا مثلا در اسلام حقوق انسان هست میخوایم اینها رو به خود بچسبونیم نه جونم اینا که این حرفا رو میزنن نه وجدان تاریخی نسبت به تاریخ خودشون دارن نه از سیر تحول اندیشه در غرب آگاهند چون در آگاه بودن میدیدن که مثلا تاریخ فلسفه برتران راسل تاریخ فلسفه در جهان تاریخ سیر اندیشه در غرب که شش جل کتاب است اینها میگویند که فلسفه یونانی قدیم تحت تاثیر فلسفه شرق از جمله ایران بوده اینها میگویند قرن یازدهم قرن بو سیناو سینا و ابو ریحان و بیرونی و ابن حیثم بوده اینها میگوین قرن هیجدهم قرنی است که انقلاب فرانسه در اون واقع شد بیشترین مراجعات در این قرن به اسلام بوده نه اینکه چیزی است که ما ما اینها رو به اینها علم یافتیم و دانستیم که بی خود از خود بیگانه شدیم بی خود خود رو از یاد بردیم حالا با این ها این اندیشه میتواند در ایران پیدا بشود من میگویم به اینکه کتاب قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه دلیل که اون اندیشه بیرون برنده جامعه بشری از بنبه است در ایران پیدا شده است و این راهکار جامعه جهانی است ما پیشنهاد کردیم در چهار بود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رابطه با طبیعت چرا حالا ما امید بر این بستیم که تحول جامعه بشری از ایران باید میتونه آغاز بشه نباید میتوانه آغاز بشه چون بسیار میگن آقا شما اگر این کارا رو به زبان های مثلا انگلیسی نوشتی بودید اوه الان دنیا چقدر همین وجدان به حقوق احتمالا پیدا شده بود و دنیا جور دیگه میشد الا لله باید به فارسی و الا لله جد کردید که این ایران باید آغازگر تحول باشه این خود رو به اصطلاح چسبوندن و به ایران این یهوده است برای که خب این غرب فرهنگ دموکراسی داره شما میگه این آمادگی نداره ایران همین فرهنگ هم نداره میگه آمادگی داره آه. پاسخ من به اونها این است که نه ما بی مبنا امیدوار نیستیم مبنا دارد یه مبناش همین بود که گفتم از قول آقای جان فولر و اون را هم که باید بهش افزودم یه مبنای یه دیگرش این است که ما جامعه هستیم در یه فاصله زمانی خیلی کوتاه از موقع مسلط موضع عبور کردیم به موضع زیر سلطه از آخر صفویه تا اول قاجار در یه فاصله کوتاه مثلا جامعه انگلیسی امپراتوری بود که در او آفتاب غروب نمی کرد حالا نیست اون امپراتوری اما در موضع زیر سلطم نیست ما نه در جا همچه این موقع موضع مسلط را هنوز از دست نداده رفتیم زیر سلطه پس ما هر دو موضع رو میشناسیم جامعه اروپایی هر دو رو نمیشناسه ما میشناسیم این یک دلیل بنابراین میدونیم که نه مسلت نه و سلطه یعنی چه اینجا یه مثالی ارز میکنم برای خودش به تنهایی مسئله مهمیه که موضوع بحث جدایی باید بشود ولی حالا طرح میکنم ببینید ما این درقد میگن و این از قول لیبرال ها این هم عمومی همه پذیرفتن خب همه که میگم اون چپا نپذیرفتم یه دفعه در گفتگو با شما گفتم که مارکس ایراد میگیره به همین تعریف از لیبرال ها از آزادی ولی خب میگه تعریف لیبرال از آزادی نست آزادیه هر کس تا جایی است که آزادی دیگری از اونجا شروع میشه آره حالا این آزادی چیست که تا اونجاست این بماند که موضوع بحث ما نیست یعنی هر یه دایره داره که در اون دایره میتونه هم یه کارایی انجام بده این آز... در اون دایره آزاده از اون دایره که پاش بیزاره بیرون وارد دایره فرد دیگه میشه اینجا دیگه م... میگن که آزادیش تموم میشه آره پاتو بکش تو دایره خودت بله خب اگر شما آزادی این, این تعریف از آزادی کردی خب هم امنیت بر این آزادی تقدم داره پیدا میکنه هم نان آ امنیت تقدم پیدا میکنه به لحاظ اینکه اگر شما در درون این دایره دایر امنیت نداشته باشی خب نمیتونه هر کاری خاصی بکنی پس امنیت بر همون آزادی که میگوید تو اون دایره داری مقدم میشه به نام همین امنیت میشه اون دایره شما رو خیلی کوتاه کرد چنانکه که در غرب به نام تروریسم این دایره رو به صدا تنگتر و تنگتر هم کردن شد نان هم مقدم میشود چرا به دراز اینکه شما در اون دایره اگر نان برای خوردن پیدا نکنی اون دا دایره می شود no, صفر اگه نداری دیگه مثلا یک آدمی که نه کار داره نه نان داره آزادی چی داره؟ نداره اینه که اعتراض کنندگان به نظام سیاسی در غرب میگویند به اینکه شرط این که این آزادی که آقای لیبرال میگوید شهروندان ازش برخوردار باشد این است که هر انسانی حداقل زندگی داشته باشه حالا اگر آمدیم و یه تعریف دیگری کردیم این تعریف از خودبیگانه آزادی است تعریف آزادی به قدرته چون قدرتی که مرز ایجاد میکنه میگه من تا اونجا در واقع میگه قدرت هر کس تا جایی است که قدرت دیگری از اونجا شروع میشه یه رابطه قواس یه مرز حالا اگه خواستیم نه آزادی رو این تعریفی که خود دارد بکنیم بگیم که از تعریف که استقلال داره بگیم این این تعریفه چون ما گفتیم که جهان باید که از این نظام های سلطه گرزیر سلطه رها بشه بشه نظام بازه نمثلت نظیر سلطه پس استقلال معناش میشه نه نظیر سلطه آزادی طبق این و انسانی که دیگه در موقعیت نهمثلت نظیر سلطه است آزاد است به چون عنوان به عنوان فعال خلاق فرهنگساز حالا باز امنیت بر آزادی مقدم خیر خود حقی از حقوق انسان است برای اینکه دایره ای وجود ندارد الان آیا نان از بر آزادی مقدم است از بر استقلال مقدم است نه برای این انسان با این تعریف است که نان میتواند به دست بیاورد پس شما شنونده می بینید که از خود بیگانه کردن کلمه ها به قول این فیلسوف ادریشی پوپر میگه اول کسی که تقلب کرد افلاتون بود کلمه ها رو نگه داشت تعریفاش عوض کرد مثل عدالت نگه داشت تعریفش عوض کرد خب حالا شما هموطنان من توجه میکنید که اگر این استقلال آزادی رو با همین تعریفی که الان من کردم شما بپذیرید و این رو تمرین بکنید اون وقت نظام اجتماعی کنونی زندان میفهمید که این در زندان داری زندگی میکنی کوشش میکنی برای بیرون آمدن از این زندان اون وقت میدانی که دروغ میگویند که امنیت و نان بر آزادی مقدم است آی بان که اشاره کردین این باید لاغل لاغل حتی این مسئله فقط رابطه یا آزادی امنیت و نان باید موضوع یک گفتگوی لاغل یک گفتگوی دیگه با شما باشه با اقلن بله اقلن من فقط خواستم این که توجه جلب بکنم به این تغییر تقلب در تعریف مثلا همین کلمه ولایت ولایت بنمایه از زور توش نیست یعنی دوستی یعنی راهبر یکدیگر شدن در دوستی بر پایه دوستی برابر اینا که از این دید که نگاه بکنی میشه آیه قرآنی راست در میاد زنان و مردان و ولی یکدیگر میشن حالا شما بیار اینه بکن تو معناش تغییر بده یه بنمایش زور بگذار میشه ولایت یعنی اعمال قدرت بر وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که پدر اه اه ولایت داره به این معنای که میتونه اعمال قدرت بکنه در حق فرزند خودش از جمله سر بچهش رو ببره شما جامعه ایرانی اگر تن به ولایت فقیه و شاه دادید توجه نکردید که این چون با مایش زوره زور که تنها که به کار نمیره که با فساد باید به کار بره این که نمیشه خداوند یک ولایتی رو مقرر کرده باشه که توش هم فساد هم زور چون این معنای قلابی را پذیرفتید بر شما ولایت مطلقه شاه و شیخ تحمیل شده پس بسیار مهم است وجدان به حقوق مهمه که شما اول به حق چیست به ویژگیهاش بشناسی تعریف رو تصیح بکنی بعد ببینی این حقوق رو داری که از جمله اونها یکیش حق نان است اینکه تقدم و تاخر نداره دیگه همون قدر شما استقلال و آزادی بر استقلال و آزادی حق داری که برنام الا اینکه است بر استقلال و آزادی یک مثلا اهمیت ویژه داره اون به این لحاظه که انسان وقتی مستقل و آزاده یعنی خودانگیخته است تمام حقوق دیگر رو به طور خودجوش بهش عمل میکنه از جمله حق کار از جمله داشتن نان داشتن مسکن نه همه جزء حقوق هر انسان است اینا دو تقلب اول میگه مثلا که شما این حقوق نداری بعد میگه بخوای نان بهت بدم از آزادی چش ببوش. نه آقا اون هم جزی از این حقوقه ولی همه اینا به شرط اینه که شما این معنای ما، ما، کلمه ها رو اون معنای واقعی رو در نظر بگیرید اینو به این جهت گفتم که در تاریخ ایران متفکران ایرانی آزادی را به قدرت تعریف نکردند به خلاف اینکه در غرب این کار رو کردند از این جهت ایرانی ها بیشی و پیشی دارند نه مدرس و مدرس مصدق و نمیگم خود رو نمیگویم پیشترها هم از سهروردی گرفتم در این کتاب که میگوید به فلسفه و عرفان پیش از اسلام زنده کرده تا ارز کنم به شما بو علی سینا و ملا صدرا بگیر تا رسیده به مدرس و مصدق این سیر تحولی که میبینی آمده رسیده به موازنه عدمی به تعریف استقلال و آزادی بر پای موازنه عدمی یه همکنون در جهان از لحاظ اندیشه از همه جا پیش است این در ایران شده پس نمباب اینکه ما ایرانی بودیم نیست که ما امید بسیم به اینکه ایران به خود بیاد ایران وجدان پیدا کند ایران برخیزد نه پایه دارد اساس دارد امید ما بر پایه و اساس است تردید ندارم که نسل امروز این امید رو ناامید نمی کند و به نقش خود در کشور خیش و در جهان بها می دهد. به مسئولیت ناشی از وجدان و حقوق که بسیار نشاطاور وجداور بیدار کننده احساس انسان بودن در انسان بها میدهد و این مسئولیت شناسی را در خود می پرورد و بر می خیزد بله جا اصر ما اصر وجدان است اما اصر جنبش همگانی نه در وطن ما در جهان است خب ما که مگر نبی شاهنگ بودیم در جنبش های همگانی این هم دروغه این که مال تاریخ نیست مال اصر امروزه پس حق این است که نسل امروز با حقوق پنجگانه وجدان پیدا کند بانی و مسبب تعمیم این وجدان در پای قشت های زیرین جامعه بگردد و این قشت ها به جنبش برخیزن نظام اجتماعی هرمی شکل در مغزی زیر سلطه را تغییر بدهند به نظام باز که در آن هر انسان شهروند حقوند بنابراین مستقل و آزاد است شاد و پیروز است تحول از پایین به بالا انجام شده و تحول هست. از پایین به بالا بایش... شادی و پیروزی همه شما هم وطنان را باد ایوانش خیلی سپاس ولی یکی دو سال موضوع دیگر می بسط تر کردیم که باید مزاهمتون بشیم